بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کربلای محمود حاجی آقایی، پدر شهید محمد رضا حاجی آقایی و جانباز 20 درصد زمان جبهه و جنگ و دهه مبارکه فجر را به تمام مسلمانان ایران و کل کشورمان تبریک عرض میکنم و انشاءالله که سال پربرکت و پرخیر باشه برای همگی ما. زمان قدیم که ما تقریبا 15-16 ساله بودیم انقلاب شد. پیش از انقلاب سختی های بجا خودش داشت که ما نه آب داشتیم، نه برق داشتیم، نه جاده داشتیم، نه بیمارستان داشتیم، نه آمبولانس داشتیم، نه هیچه. یه موقعیتی بود که خانما می رفتم با سطل از بالای قنا، از توی قنات بازگ آب می آوردم. خدا وکیلی طور بود که در مثلا چه تواسان چه زمستان با سلا رو دوش می گوشن یا تشراب به نام لگن می گفتم آب میکردن، زمان که میوردن نصفش میریخ فقط به لباس ها اینا و خیس میشدن و با مشکلات. برق نبود، ولی از همون زمان مردم در برای نیمه شعبان که جشن میگرفتم چون برق نبود میامدیم چراغ سیمی، لامپ های چراغ سیمی رو رنگ برنگ میکردیم و اینا رو به تناف میکشیدیم و از این بر کوچه بو بر کوچه جشن میگرفتیم و در همون موقع همه دنبال برنامه های جشن نیمه شعبان بودم. ولی دو زمان ما برق نبود، با چراغ فانوس، چراغ موشی، خیلی کسایی بدن که حتی چراغای چراغ توری هم نداشتم که خانوما مثلا تا شب تا ساعتای 9-10 شب خالی میبافتم با چراغ و با هیزم آتش میکردم. این هیزم که آتش میکردم هم روشنایی شو بده، هم برای پخت پز شو بده، هم برای گرما شو بده، نه بخاری بده، نه گاز بده، نه برق بده. بعد جادان که خاکی بیادمه که من زمانی که مردم مریض میشدم فقط یه لاندیور داشتی درمانگاه دیهو، دکتراش همه از دکترای خارجی بدم و میامدم و صندلی های ماشین لاندیور برمیداشتم و به جای آمبولانس استفاده میکردم. مریض میخوابندم پتو پند میکردم، مریض میخوابندم که مریض یا به تبس برسه یا به فردوس که از کف نره. بعد از اونجا یا مثلا اعزامش میکردم به مشهد یا بیاز. حتی بیمار خود فردوس و تبس هم مجهز نبود به این چیزا و بیتوری بود که ما اگه یه سرباز رو میدیدیم بچه بودیم مثل بید میلرزیدن که مثلا سرباز دیدم. جاندارای اون زمان میامدن زور میگفتم. یادمه که به خدا بنوز بابامو گفتن که ما رو یه خروس بدیم، بابامو بهشون خروس ندادن. یه ساعت بعد اومدم موتور عقبی ما گرفتم برام به پاسگاه که خروس میدین یا نمیده زور بدم. یا شب میام در خانه های مردم میگفتن موتورای همه موتور اج داشتم، میگم موتوراشو بدین ما میشم خبر بگشت موتورا رو برمی‌داشتم با خود بنده خدا میبرن تا صبح تو بیابون. حالا من کجا میبرن؟ یعنی زور بدن، هیچ کی جرأت نذی که چیز بگه. و ما یه سربازی که میدیدیم اصلا بدن ما بید میلرزید. ولی الحمدلله از زمانی که انقلاب شد هم برق، هم گاز، هم جاده، هم آمبولانس، هم همه چی و در چارچوب و قانون، اصلا سرهنگاشم با مردم مثل دو برادرم و هیچ کس ترس و وهمه نداره، همه برابر با هم هستم. و آب که نبود، یه آب انبار بود در روستای عباس آباد میگفتمش، میرفتم و برای مشک بود یا سد بود میرفتم یا آب میکردم و اینا میآوردن تو خانه میگوشتن که برای سردی که مثلا سرد باشه از تو آب انبار میآوردم. یا مشک بود، مشکای بود مثلا بوی نارپوس میداد و اینا رو آب میکردم، همه از همون مشک آب میخوردم. از نظر بهداشت واقعا یعنی صفر بود، هیچ امکانات نبود، حتی هم قاشق با قاشقی نبود. من یادمه که یک قاشق مثلا هر کس یک قاشق چوبی داشتم با همون یک قاشق همگی میامیدم مثلا دور برگردم، مثلا یک قاشق من برمیداشتم باز میدادم پلو دستی، اون یکی برمیداشت باز میداد به